کمپ حرفه‌ای و بین المللی تکواندو در آلمان برگزار شد. در این کمپ تکواندوکاران افغان مقیم آلمان با قهرمانان تکواندوی اروپا و جهان برای 3 روز با هم تمرین کردند. کمپ تمرینی تکواندو با حضور قهرمانان تکواندوی جهان و المپیک مانند سروت تازگل از ترکیه، آرون کوک از مولدووا و لیون تونکت از آلمان که مدال‌های طلای اروپا، جهان و المپیک را در کارنامه دارند، با حضور ستارگان تکواندوی مهاجر افغان مقیم آلمان و اروپا که از 3 روز قبل در آلمان برگزار شده بود، امروز به پایان رسید. در این کمپ تمرینی ما کادرهای ورزیده تیم ملی افغانستان با خود داریم که سید مسعود کریمی است، محمد جواد لغزایی، سید حسن خادم است که مدال نقره آسیا را دارن، جاوجان لغزایی که برنز آسیایی را دارن، احمد الله یوسفی یکی از چهره‌های درخشان ورزش کشور ما است، عبدالرحمن امینی است، احمد مجیب سلطانی است، محمد کاظم احساس است و همینطور جوانای دیگه که در افغانستان بالای زمین سرمایه‌گذاری بسیار خوب شدن. و در کمپای تمرینی ما آیرن کوکا این بار با خود داشتیم، سروت تازگل، لیونت یکی از قهرمانای جهان و تانروکلو از ترکیه و ما امیدوار هستیم که در این تمرینات بتونیم از تجارب خوب از اینا استفاده کنیم و همچنان بتونیم که یک نیروی ذخیروی بسیار قوی در خارج از کشور با وجود داریم و در میادین بین‌المللی که افغانستان مشکل ویزا یا آمدن دارن بتونیم که بیرق افغانستان را توسط جوانهای خود احساس در بیاریم. این کمپ تمرینی از سوی اتحادیه تکواندوی اروپا برای 3 روز برگزار شد که تکواندوکاران افغانستان نیز در آن به تمرین مشترک با ورزشکاران برتر دنیا پرداختند تا تبادل تکنیک میان آنها به وجه احسن صورت بگیرد. با گفته احمدشاه فیضی، نماینده فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان در اروپا، ورزشکاران کشورهای مختلف علاقمند تمرین مشترک با ورزشکاران افغانند، چون از لحاظ فنی و سطح تکنیک تکواندوکاران کشور در سطح عالی قرار دارند. خوشبختانه با تلاش و توانایی که جوانان ما از خود نشان دادن، مجموعه کشورهای پرقدرت دنیا هم متوجه ما شدند که در کمپای تمرینی ما از ما دعوت کردند و در این کمپای تمرینی که بهترین های جهان در وجود دعوت شده، از سینابانی هم دعوت به عمل آمد و دانستیم که از تجارب خوب از اون استفاده کنیم و همچنان در آینده نزدیک بتانیم از امکانات خوبی که در اروپا هست استفاده از میره ببریم. اما مشکلات نیز سد راه این قهرمانان خوب کشور در اروپا قرار دارد که آن مسائل بودجوی است که ورزشکاران به خاطر اشتراک در رویدادهای ملی به آن مواجه می شوند. تجربه نشان داده است که مهاجرین افغان مقیم خارج از کشور هر بار که به نمایندگی به طور نمونه می توان از قهرمانان مهاجر افغان مقیم ایران یادآوری کرد که در روزهای اخیر در رقابت‌های المپیک جنوب آسیا موفق به کسب نمودن 3 مدال طلا شدند. همچنان محمد جواد لغزایی در رقابت‌های المپیک آسیا در میان 45 کشور آسیایی سال 2010 موفق به کسب کردن مدال برنز شده بود و همچنان مدال طلای جام فجر را نیز در کارنامه‌اش دارد. بادامگل ملتزم نیز در رقابت‌های تکواندوی آزاد آمریکا به مدال طلا دست پیدا کرد. خواست این ورزشکاران حمایت مسئولین ورزش برای سهولت سفر به افغانستان و برگشتشان به اروپا می باشد تا با فکر آرام و با قهرمانان خوب دنیا پا بزنند و دوباره به نام افغانستان در رقابت‌های برون مرزی شرکت نمایند و باعث افتخار به کشورشان گردند. چند قبل میلاد مهاجر افغان مقیم سویدن موفق به شکست دادن سروت تازگل ترکی که طلای المپیک را در کارنامه دارد شده بود و آوازه‌اش در دنیا پیچید. همچنان 3 تکواندوکار دیگر افغانستان به نام‌های علی خاوری، نعمت الله و بکتاش واقعی‌بین که از 5 ماه قبل بدین سو در سویدن به سر می‌برند، با شکست دادن حریفانشان عضویت تیم ملی تکواندوی سویدن را به دست آوردند. هرگاه شرایط سفر آنها به افغانستان مساعد گردد، می توانند به نام تیم ملی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های مختلف اشتراک کرده و باعث بلند بردن پرچم افغانستان در دنیا شوند. نقطه عطف شما دارم اینجا است که جوانایی که فعلا از افغانستان نظر به مشکلات و پروبلم‌هایی که داشتن باز وطن مهاجر شدن،
اینا در کمپ ها و خیمه ها زندگی میکنند و اینا که آرزو دارن که ما برای ما اکثرا کمپ های تامینی مشترک داشته باشن، ولی چیزی که واقعا صد برای ما شده یا مشکلات بزرگ رو ایجاد کرده مسائل اقتصادی است و خواهش ما از دولت مردم ما از امور ورزش همین دستگیر ما باشند و ما رو کمک کنند، به خصوص سفارت افغانستان، مسلطگری افغانستان که عایدات بسیار خوب دارند در زمینه رشد و پیشرفت بچه ها، باید اینا تلاش کنند و به زحمات ما، به برنامه‌ریزی های ما، به احساس و انگیزه جوانای ما باید این ارزش قائل شوند و خواهش ما از اینا است که جوانا رو دستشان بگیره و فیلن که اشد ضرورت ما کمک اقتصادی است و این کمک باید به شدت که میشه برای جوانان باید بکنن تا بتوانن جوانای ما کسایی که در آلمان آمدن اینا باید ماندنی و منحل نشن، باید ما یک روز همراه از جوانا امید برگشت داشته باشیم و این برگشت ما با پشتواری از علم و تجربه و افتخارات به مردم شریف افغانستان باشه که یک روز با گردن بلند دوباره بتونیم به وطن خود عودت کنیم. این کمپ تمرینی در حال به پایان می رسد. این کمپ تمرینی در حال به پایان رسید که چند قبل تکواندوکاران مهاجر افغان مقیم اروپا در رقابت‌های بین المللی پارک اوپن و در میان کشورهای برتر تکواندوی جهان موفق به بدست آوردن مدال‌های خوشرنگ برای افغانستان گردیده بودند. هدف بعدی ورزشکاران افغان مقیم اروپا شرکت در جرمن اوپن، هالند اوپن و پرزیدنت کپ می باشد که از برنامه‌های اصلی نمایندگی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان در اروپا است.